میفته. ما اگر به تیم هایی که در 1986 در جام جهانی مکزیک حضور داشتن توجه داشته باشیم، میبینیم که تمام یا اکثر اون تیما به تک ستاره های متکی بودند، ولی امروز این چنین نیست و ما میبینیم که تیم هایی که به ستاره ها متکی باشن شکستشون دور از انتظار نیست و ما الان دیگه تیمی رو نداریم که بخواد با ستارهش به مراحل بالاتر برسه. در 1986 خود بلژیک یک دروازه‌بان داشت به نام ژان ماری فاف که به تنهایی خودش یک تیم بود. تیم‌های دیگر هم آرژانتین مارادونا رو داشت، برزیل زیکو رو داشت، فرانسه پلاتینی رو داشت و همینطور اون سال اصلا قابل قیاس با الان نیست. این نسل فوتبال حال حاضر بلژیک یک جام در اروپا و جهان طلبکاره. قبل از شروع مسابقات هم کاپیتان این تیم گفتش که ما برای رسیدن به فینال پا به این مسابقات میذاریم و غیر از اون جفایی است بر فوتبال بلژیک. این نسل فوتبال بلژیک هم اتفاقی کنار هم جور نشدن. آقای امادی، خوب هست که بینندگان ما اگر این خبر رو در روزنامه و مدیا نشیدن توجه داشته باشن که از سال 2002 دقیقا همزمان با اون کاری که آلمان ها کردن، استعدادیابی کردن، اومدن روی این تیم سرمایه گذاری کردن و من به جرات میتونم بگم دست کم 15 نفر از بازیکنان بلژیک از سال 2002 تحت نظر فدراسیون فوتبال این کشور آموزش های مختلف رو دیدن و همچنان در تیم های مختلف در کنار هم بازی کردن. الان وقتی که به رزومه تک تک این بازیکنان میبینیم، از چین تا لیگ برتر انگلیس در تمام لیگ های مختلف این بازیکنان مشغول فعالیت هستن و از یک کیفیت و بازی بسیار بالایی برخوردار هستن و در مقابل فرانسه هم هست. فرانسه هم ما نبایستی از زحمتی که برای این تیم کشیده شده بگذاریم. بعد آقای بازیار به فرانسه اشاره کردید، فرانسوی تو این جام به تدریج بهتر شدن، حالا بگیم مثلا تساویشون مقابل دانمارک، ولی بعدش رقبا رو یه جوری از پیش رو برداشتن که همه از اونها به عنوان یک مدعی قهرمانی اسم بردن. فرانسه در چه شرایطی هست؟ آیا میتونه بار دیگه جام رو بالای سر ببره، یعنی به فینال برسه؟ اول من می‌خواستم به اینجا برسم که این تیم یکی از جوان‌ترین تیم‌های جام هست بعد از اون افتضاحی که در 2010 تیم ملی فرانسه در آفریقای جنوبی به بار آورد. اومدن و روی جوانان سرمایه‌گذاری کردن. 2013 زیر 20 سال جام جهانی در ترکیه تیم فرانسه قهرمان شد. پوگبا در اون جام بهترین بازیکن شد و الان فکر کنم 4-5 بازیکن از همون تیم زیر 20 سال در این تیم هستن و اون چیزی که شما اشاره کردین برمیگرده به فشار ابتدای تورنمنت، جوانی تیم و هر چی که از زمان میگذره تیم خودش رو پیدا میکنه، جوانان تیم خودش رو پیدا میکنه و الان میبینیم که چه بازدهی خوبی دارن، به خصوص بازی مقابل آرژانتین. فردا انگلیس و کرواسی برستن به فینال به مساف هم میره. پیش از آغاز جام کسی پیشبینی حضور انگلیس رو در نیمه نهایی نمیکرد. دلایل موفقیت سشیرها و ساوتگیت چی هست؟ خب برمیگرده باز هم به اون سرمایه گذاری که روی پایه ها کردن. سال گذشته 2017 دو تیم زیر 18 و زیر 20 سال انگلستان قهرمان دو جام جهانی نوجوانان و جوانان شدن و میبینیم که اومدن روی جوانگرایی کار کردن. همین تیم الان انگلیس هم یکی از تیم های فکر کنم دومی یا سومین تیم جوان این جام باشه. مربیشون قبلا تیم جوانان این کشور رو داشته، بازیکنان رو میشناسه و سبک بازی رو هم عوض کردن. آقای امادی، ما قبلا تیم انگلیس رو میدیم که از توپای بلند در کنارها استفاده میکردن، الان میبینیم که گردش توپ در تیم انگلیس از نقاط مختلف زمین استفاده میکنن. یه بازیکنی مثل استرلینگ اون جلو میاد و دفاع حریف رو به هم میریزه، مالکیت توپ بالایی دارن و اینا نشون میده که گذشته دیگه، اون روزگاری که یک تیم بیاد بر ستارگان تک ستاره به خصوص تکیه کنه گذشته و الان تیم ها دارن تیمداری میکنن و پشتوانه سازی میکنن و فکر میکنم هم بازی امشب بلژیک فرانسه و هم بازی فردا بازی هایی باشه که تاکتیک های تیمی درش بیشتر نمود کنه تا تک ستاره ها و بازیکنانی که بخوان در لحظه استارتی بزنن یا دریبلی بزنن و بازی رو از
حالت سکون در بیارن و نتیجه رو عوض کنن. آقای بازیار، آخرین پرسش، من میدونم که پیش بینی نمی‌کنن کارشناسا، ولی پیش بینی یا احتمال بیشتر برای چه تیم‌هایی میدید برای رسیدن به فینال، حالا گذشته از بنگاه‌های شرط بندی؟ یک مورد رو بایستی ما توجه داشته باشیم که تنها تیمی که برای رسیدن به این مرحله 2 تا 120 دقیقه پشت سر هم بازی کرده کرواسی هست و 3 تیم دیگه 90 دقیقه‌ای بازی کردن و این بزرگترین مشکل تیم کرواسی است، اما 3 تیم دیگه واقعا شرایط مساوی دارن و برای من به عنوان یک بیننده این جام جهانی سخت است انتخاب کردن، اما فکر می‌کنم که بازی امشب بین بلژیک و فرانسه یک بازی بسیار زیبایی باشه که هر کدام از این تیم‌ها به فینال برسن تماشاگران و دوستداران فوتبال چیز رو از دست ندادن. فردا هم عرض کردم تنها بازی‌های 120 دقیقه کرواسی ممکن هست که گریبان این تیم پرستاره و تکنیکی و تاکتیکی رو بگیره. متشکرم کوروش بازیار، کارشناس فوتبال، که با ما گفتگو کردید از فرانکفورت.